در یک همایش علمی گرد هم آمدند و قواعد حقوقی را از دید مجمع فقهی امام ابو حنیفه به بحث گرفتند. شرکت کننده ها به این باورند که بیشتر مسائل حقوقی و موارد که برای جامعه کنونی نیاز است در مجموعه فقه حنفی ذکر شده است. اما با آن هم نیاز است تا در مورد ساخت قانون اساسی به عنوان قانون مادر تلاش صورت گیرد. بسیاری از مسائل حقوقی در کشورهای اسلامی برگرفته شده از قواعد فقهی مذاهب هست، چندان اختلافی در این زمینه وجود نداره. میشه یک کشور بر اساس قواعد فقهی هم اداره کرد، اما برای اداره بهتر قطعا ضرورت برای قوانین مشخص و معین در زمینه‌های متفاوت وجود داره. شرکت کنندگان و استادان دانشگاه به این باورند که نیاز به ساخت قانون اساسی به عنوان قانون مادر وجود دارد و نه آگاهان مسائل دینی و حقوقدانان می توانند در این مورد از رهنمودهایی که در مجمع فقهی حنفی آمده است نیز استفاده کنند. وظیفه نظام اسلامی است و الحمدلله فقه حنفی فقه نهایت پربار است در عرصه ها و قانون اساسی که برگرفته از قرآن و سنت و از دیدگاه فقه حنفی است انشاءالله که یک قانون اساسی کامل جامع و حیات بخش. و چیزی که یک کشور را سرپا می داره قوانین یک کشور هست و ما به عنوان مسلمان باید بدانیم که فقه احناف و قواعد فقه احناف چقدر در بود قانون گذاری کشور ما را استوار نگه می داره. برخی از محصلین پانتون هرات به این باورند که چنین سمینارهای علمی در شرایط کنونی ضرور است. آگاهان مسائل حقوقی و دینی می توانند دیدگاه های خود را با یکدیگر شریک بسازند و با استفاده از رهنمودهای فقهی راه حل برای ساخت قوانین و چارچوب های حقوقی پیدا کنند. قانون اساسی همچنان که خود شما اشاره کردین قانونی مادر است و قانونی است که تمامی قوانین دیگر از اون منشأ می گیره. لذا می بایست در قانون اساسی نکات بسیار خوب و دقت تمام صورت بگیره. ما قانونی و کامل تا قانونی وافر داریم که ضرورت بر قانون غرب نداریم، ضرورت بر قانونی که اون را غرب ها به اصطلاح بر ضد بر نفع بشریت وضع نکردن بلکه بر ضد بشریت نفع کردن. این گونه همایش های علمی در حال برگزار می شود که هنوز امارت اسلامی برای ساخت قانون اساسی و دیگر قوانین مورد نیاز در کشور اقدام نکرده است. قوانینی که میتواند چارچوب اصلی حکومتداری را مشخص بسازد و مسیر را برای جامعه هموار بسازد.